همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، من محمد امینی در بخش دیگری از سری برنامه های کلمه پاسی رو با شما خواهم بود. در برنامه امروز، در یک کلمه امروز، در دو بخش، بخش نخست و بخش دوم، در بخش نخست پیرامون این رویدادی که واکنش های زیادی رو در ایران به دنبال داشته، ایران و خارج از ایران، در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی گویا به گونه ای برنامه اجرا شده که یک نوع ناسزاگویی یا توهین به همیهنان آذربایجانی به شمار می آمده. در مورد یک پدر و پسری که گویا در یک هتلی بوی بدی در اتاقشون احساس می کردن و شکایت کردن و گویا مدیر هتل با یک لهجه بسیار شیک و تمیز و درس خوانده و اونها که با لهجه آذربایجانی سخن میگفتن تذکر داده که بو از خود اونهاست و واکنش های زیادی رو به دنبال داشته. به این خواهم پرداخت. در بخش دوم برنامه میخوام با شما درباره گرفتاری جنگ دینی، جنگ مذهبی در خاورمیانه سخن بگویم و پیوند اون با نظامی که امروز بر ایران چیره است. اما اجازه بدهید که پیش از آغاز این دو بخش برنامه چند نکته رو توضیح بدم. نخستی که در برنامه هفته گذشته برای برخی از بینندگان این برداشت ایجاد شده بود که من هیچ امتیازی به دوران پهلوی در زمینه کوشش برای دستیابی به حقوق زنان ندادم و همه امتیاز رو به جنبش‌های اجتماعی واگذار کردم. از شما خواهش می‌کنم که به آرشیو تلویزیون اندیشه بروید و برنامه گفتگوی این هفته من رو در برگی از تاریخ با آقای حسین مهری نگاه کنید و در اونجا من به با جزئیات مسئله روشن کردم. البته این رو هم بیفزایم که این واکنش هایی که گاه سازمان یافته نسبت به سخنان کسانی مانند من به گوش مدیران رادیو به گوش مدیران تلویزیون میرسه ناشی از ضرورتا ناروشنی سخنان من نیست، بلکه کوششی است برای آرام کردن برخی سخنان، برخی گفتارها، برخی اندیشه ها و اینها خیلی هم سازمان یافته است و اگر من درباره موضوعی از اون مسیر فکری که برخی به اون باور دارند و بر روی بر اندیشه بسیاری از برنامه سازان این تلویزیون هم چیره است اندکی خارج بشوند گوشی رو بر میدارند و زنگ میزنند و یادآوری میکنند به دارنده تلویزیون که بله ببینید این آقای محمد امینی چه ناسزاهایی درباره رضا شاه، محمد رضا شاه گفته و میگوید. بگذاریم که من نه اهل ناسزا هستم و نه پرخاش ناروا، داوری ها رو در اون زمینه هایی که رواست بیان می کنند و در اونجایی هم که برداشت نادرستی کسانی داشته باشند یا من برداشت نادرستی به بینندگان داده باشم برداشت ها رو روشن می کنم. نیازی به این جنجال ها نیست. دومین نکته ای که باید باز تذکر بدهم در این است که در هفته گذشته و این رو در آغاز برنامه برگی از تاریخ هم توضیح دادم، در دو مورد دو تن از برنامه سازان این تلویزیون، آقای حسین مهری و آقای گوهرزاد، در برنامه های بیرون از در برخورد های بیرون از این تلویزیون، یکی در یک برنامه اتفاقا مربوط به حقوق بشر و دیگری در ارتباط با برنامه هایی که در تلویزیون برگزار می شود، مورد پرخاش کسانی قرار گرفتند که اونها رو به گونه تهدید کردند یا دوست گرامی من آقای گوهرزاد رو متهم کردن که چون با نسبت مثلا آقای خامنه‌ای با واژه آقای خامنه‌ای سخن بگویند حتما از جمهوری اسلامی پول میگیرند، یا آقای مهری رو متهم کردن که چنین و چنان میکنند و تهدید کردند. این باید مورد توجه کسانی که این رفتار رو انجام میدهند قرار بگیرد که جدا از آشفتگی فکری کسانی که این رفتار را انجام میدهند این کارها به زیان اندیشه خود اونها هم تمام خواهد شد و افزون بر این در این کشوری که بر روی قانون چیره است
چنین نوع کارهایی پیامد خواهد داشت، پیامد حقوقی خواهد داشت، پیامد قانونی خواهد داشت. من همین تذکر رو در اینجا میدهم و بسنده میکنم و امیدوار هستم که کسانی که این نوع کارها را انجام میدهند اندکی به خودشون بیایند و بپذیرند که چنگالی اندیشه‌ای به سود جامعه ماست، به زیان جامعه ما نیست. و اما درباره نخستین بخش برنامه امروز، تا اونجایی که من آگاهی دارم، من البته این خود برنامه رو ندیدم، از رسانه‌های دیگر شنیدم، از نامه‌هایی که به چاپ رسیده، از نوشتارهایی که منتشر شده دریافتم و امروز بامداد هم با یکی از دوستانی که این برنامه رو نگاه کرده گفتگو کردم و ایشان هم تذکر دادن که بله، در یکی از سریال‌های تلویزیون ایران، تلویزیون جمهوری اسلامی، به گونه‌ای نسبت به پدر و پسر آذربایجانی سخن گفته شده که نشانی از یک نوع توهین به آذربایجانی ها و ترک زبانان ایران بوده. البته همین دوست گرامی برای من توضیح دادن که برنامه های دیگری هم در همین رسانه ها، رسانه های رسمی دولتی هست که نسبت به رشتی ها، نسبت به لورها، نسبت به دیگره، نسبت به افغان ها، نسبت به اعراب چنین رفتاری در پیش گرفته می شود. اما به نظر می آید که به دلیل حساسیتی که به طور واقعی و در این حال برانگیخته از سوی دیگران در میان مردم آذربایجان و هم‌میهنان ترک زبان ما وجود داره، واکنش گسترده‌ای نسبت به این کار نسنجیده و نادرست و بسیار بسیار توهین‌آمیز رسانه رسمی جمهوری اسلامی در گرفته و مردم این رو بهانه کردن و به خیابان ها آمدن که نمونه هایی از آمدن اونها رو به خیابان ها میبینید در همین برنامه. و جالب اینجاست که در این راه پیمایی ها و گرد همایی های هم میهنانی که نسبت به توهین به ترک زبانان واکنش نشون دادن، انواع توهین ها نسبت به فارس زبان ها هم بر زبان رانده شده و کینه و دشمنی میان مردم رو کسانی در این دور، در این راستا دامن زدند. اطلاعی رو میخواندم از سوی گروهی از روشنفکرانی که پیشتر به احزاب چپ ایران تعلق داشتند، به حزب توده و گروه های چپ غیر توده‌ای در دوران انقلاب و پس از اون به جایی که سر عقل بیایند و به ارزش های اروپایی، ارزش های مدرن، حالا اگرم به سوسیالیسم باور دارن دست کم سوسیال دموکراسی بپیوندن، از آن سوی دیوار مانند رهبران حزب کمونیست جمهوری آذربایجان از اون سر دیوار افتادند، از آن سر بام به پایین افتادند و ناسیونالیست دو نبش طرفدار حقوق ملت ترک در ایران شدند و حزبی رو درست کردن یا گروهی رو درست کردن به نام جنبش فدرال دموکرات آذربایجان. خب واکنش اونها نمونه است. من به این دلیل این رو، این بیانیه رو می آورم چون نمونه است از واکنشی که از سوی کسانی که ظاهرا روشن فکر هستند، ظاهرا با تاریخ آشنایی دارند، ظاهرا با اندیشه های یک زمانی جهان وطنی خوب گرفته بودند، حالا به این نوع اندیشه های ناسیونالیستی دامن میزنند، نمونه از این نوع رفتار است. وگرنه اگر بخواهم نمونه های بسیار بسیار بدتری رو بیاورم، باید به بیانیه هایی که در تارنامه های پانترکیستی در این زمینه منتشر شده اشاره کنم که اونها رو نمیخواهم در این برنامه بیاورم. در این بیانیه از جمله آمده است که این باستاب از یک سیاست رسمی نژادی است و سهو و خطای چند فرد و یا ذهنیتی مبتذل نیست. و سپس ادامه میدهند که حکومت جمهوری اسلامی حکومتی نژاد پرست است. استناد بر نژاد آریایی و تحمیل زبان فارسی خود یکی از خصلت‌های بارز نژاد پرستی است. خب اجازه بدید که ضمن محکوم کردن این کار زشتی که در یک رسانه رسمی دولتی انجام شده و تنها باری هم نیست که این کار روی داده، بلکه در زمینهای گوناگون این کار انجام می شود و واکنشی این گونه رو به دنبال نداشته، این پرسش رو از این واکنشگران
در واقع این پرسش رو در برابر اونها قرار بدم. واکنش شما نسبت به این توهین 37 سالی که به زن ایرانی هر روز در این رادیو تلویزیون های جمهوری اسلامی می شود چیست؟ هنگامی که یک آخوند سرشناس جمهوری اسلامی که اتفاقا آذربایجانی هم هست با لهجه غلیظ ترکی درباره سخن میگوید که حق ما بود که حق پاسداران بود که وقتی حکومت گذشته ایران رو انداختیم همه زنهای اینها رو بین خودمون تقسیم میکردیم و نکردیم، این لطف رو کردیم. واکنش شما نسبت به این نوع نگاه، نسبت به رفتاری که زن ایرانی رو پستر از مرد میداند، نسبت به کوششی برای خانه نشین کردن زنان، پاکسازی دانشگاه ها از زنان، پاکسازی اداره ها از زنان چیز؟ چرا این واکنش رو تنها نسبت به یک رفتار بسیار نسنجیده و بسیار نادرستی در باره یک گروهی که به زبان دیگری جز زبان فارسی سخن میگویند انجام میدهید؟ واکنش شما نسبت به توهینی که به مردم کاشان میشود، آنها رو ترسو میخوانند در ضرب المثل ها و در برنامه ها، واکنش شما نسبت به لورها چیست؟ این همه ناسزا و توهین نسبت به لورها به نام البار میشود. واکنش نسبت به افغانی هایی که فارسی زبانند و آنها رو واپس مانده و متجاوز و دزد و چیزهایی از این دست میخوانند در همین رسانه ها، واکنش شما نسبت به اونها چیست؟ چرا تنها این واکنش در یک زمینه وجود دارد؟ من نمیگویم نباید واکنش نشان داد، ولی هنگامی که این واکنش یک طرفه یک سویه است، نشان میدهد که هدفی پشت اون هست. هدفم همین است که اینجا گفته شده که این سیاست یک سیاست رسمی نژادی است و سهو و خطای چند فرد یا ذهنیتی مبتذل نیست. این سخن رو این نویسندگان این بیانیه و مانند اینها تنها درباره جمهوری اسلامی نمیگویند، تندتر از این رو درباره دوران پهلوی میگویند و به ویژه درباره دوران رضا شاه. این برداشت رو میدهند که گویا مثلا در دوره رضا شاه یه دی در دربار کنار هم نشسته بودند و میگفتند ما چگونه میتوانیم دمار از روزگار مردم آذربایجان و بلوچستان در بیاریم. نشسته بودند و توطئه میکردند که چگونه میتوان به مردم آذربایجان توهین کرد. جالب اینجاست که این گرد هم آمدگان در این دربارها بسیاری از اونها اصلا ترک بودند، آذری بودند، یعنی ترک زبان بودند، ولی این توطئه رو میکردند. تصور این که در جمهوری اسلامی عده‌ای نشستند و با نقشه و برنامه در صدا و سیما بنابراین دارند که مردم آذربایجان رو فرومایه و فرودست بخوانند، برای من با همه دشمنی و مخالفت و کینه‌ای که از رفتار حکومت کنون ایران دارم قابل پذیرش نیست، عقلانی نیست. نمیتوانم بپذیرم حکومتی که بخش بزرگی از رهبران اون خودشون آذربایجانی هستند نشسته است و توطئه میچیند که چگونه میتوان به مردم آذربایجان و به زبان ترکی توهین کرد. همین سخنان رو ما از زبان روشنفکران عرب تبار ایران میشنویم که جمهوری اسلامی سمبل نژادپرستی فارس ها علیه عرب هاست. یک نگاهی بکنید هم میهنان گرامی به تقویم خودتون. روزهای تعطیل رسمی سال رو برآورده بکنید، نوروز و سیزده بدر و چند رویداد غیر دینی دیگر رو کنار بگذارید، از جمله سالگرد انقلاب 57 که اگرچه صورت دینی امروز پیدا کرده ولی یک رویداد سیاسی است، اینها رو کنار بگذارید و ببینید دیگر روزهای تعطیلی در ایران آیا جز این هست که عزاداری و جشن و سرور، یا عزاداری و جشن و سرور برای مرگ یا زاده شدن کسانی است که عرب هستند، رهبران اسلام هستند، رهبران شیعه هستند، اینها که از شیراز و کاشان و خراسان بلند نشدند، مال نجف و کربلا و مکه و مدینه بودند؟ آیا جمهوری اسلامی
که بزرگداشت‌ها و ایام تعطیلاتش بیشتر برای روزهای مذهبی است که پیوندی با تاریخ پیش از اسلام ایران نداره، در سودای این است که فرهنگ عرب رو، فرهنگ اسلامی رو که با زبان عرب هست، این رو تحقیق کنه. آیت الله خمینی اگر میتوانست چه بسا زبان رسمی چینه بر ایران رو زبان قرآنی میکرد. هم امروز هم در میان سران جمهوری اسلامی هستند کسانی که میگویند قرآن زبان بهشت است و زبان فارسی زبان دوم است. نگاه کنید به میزان واژه‌های عربی که در این 37 سال در زبان روزانه دولتی ایران رواج پیدا کرده، روان شده. نظارت استصوابی، اصلا مردمی که به نسل‌های گذشته ایران پیوند دارند این رو نمی‌فهمیدند. نظارت استصوابی یعنی چی؟ واژه‌های از این دست، سار الله، بسیاری چیزهای دیگری که بر روی هر روز در زبان ما ازش بهره گرفته می شود. و بعد می گویند که این حکومت نماینده نجات پرستی فارس هاست و آمده و می خواهد با این نوع روش ها که سهو و خطای چند فرد یا ذهنیتی مبتذل نیست، سیاست رسمی نژادی فارس ها رو بر ایران چیره کنه. هم دولت پهلوی در 57 سال پادشاهیش نماینده ستم ملت ساختگی فارس بوده و هم جمهوری اسلامی که لعن و نفرین میکنه به دوران پهلوی و زبان عربی رو در کوی و برزن جاری کرده و بیشتر و بیشتر ایران رو به سوی دنیای عرب کشانده و تا قلب عراق و سوریه و لبنان ایران رو با کشورهای عرب هم سرنوشت کرده و کربلا رو، نجف رو بخشی از فرهنگ ایران به شمار می آورد، اینها نماینده ستم فارس زبان ها هستند، نماینده ستم شیرازی ها و کاشانی ها و خراسانی ها هستند. جایگاه روشنفکر در این است که هنگامی که در جامعه یک رفتار نادرست جون می دهد، مانند کاری که در این رسانه رسمی دولتی رو داده، مردم رو آگاه کنه، هشدار بدهد، افشا بکند این کار رو، نقد بکند به این کار، نه اینکه مردم رو برانگیزد به اینکه گویا حکومت در دست گروهی نژاد پرست فارس است و آقای خمینی و آقای خامنه‌ای اینها نمایندگان ستم ملت فارس هستند. آقای خامنه‌ای که نیاکانش همه از خامنه بودند، اینها نمایندگان ستم ملت فارس هستند و بر مردم ملت آذربایجان و ملت ترک ایران دارن ستم میکنن. و این کاری که در تلویزیون ایران انجام شده نه یک خطا و سهو و اشتباه کودکانه و ابلهانه و شاید همه تا آگاهانه از سوی برخی بوده، بلکه برنامه رسمی حکومت است. حکومت میخواهد مردم آذربایجان رو تحقیر کنه. چرا؟ چه منفعتی در حکومتی که این همه ظلم به مردم مخالف فارس زبان کرده در این وجود دارد که آذربایجانی ها رو از خودش بران؟ شما نگاه کنید امروز در همین شهر قم روزنامه به زبان ترکی منتشر می شود در پشتیبانی از حکومت جمهوری اسلامی، ولی شما اگر در شیراز یک روزنامه زبان فارسی در نقد به حکومت بیرون بدهید، این روزنامه رو توقیف خواهند کرد. اینها نشانه از ستم ملی است. در اینجا بهتر است که به جای برخورد تنها به این موضوع، برای که مسئله را هم روشن کرده باشم، اندکی به تاریخ بروم. جالب اینجاست که هنگامی که بزرگترین فرمان روایی سراسری ترکان در ایران شکل گرفت، یعنی ترکان سلجوقی که از آسیای میانه کوچ مهاجمانه به فلات ایران کرده بودند و چندین حکومت رو در سرتاسر ایران به وجود آوردند و به اتابکان نام‌آور شدند، نخست امپراتوری سلجوقی و سپس اتابکان، یکی از این حکومت‌های اتابکان در روم بود، اتابکان روم.
اینها سلجوقی بودند، یعنی ترک بودند، از ترک تباران آمده از آسیای میانه بودند. ولی در حکومت اتابکان روم و سپس در دولت عثمانی که وارث اونها بود، اینها ترکان رو پستر از ترکان همزبان خودشون رو پستر از ایرانی ها و گرجی ها می دانستند. از روستاییان ترک به عنوان ترکان بی ادراک، اتراک بی ادراک سخن می گفتند. در ادب اون زمان، در نوشته های ادبی اون زمان، توهینی که این شخصیت های ترک نژاد نسبت به همزبانان خودشون می کردند، شما در نوشتارهای ادبی فارسی اون زمان پیدا نمی کنید. و جالب اینجاست که از هنگامی که قراخانیان بر خارزم و غزنویان بر بخش غربی خراسان چیره شدند و فرمان روایی سامانی رو میان خودشان تقسیم کردند، تا پایان دوره قاجار که بیشتر حکومت ها در ایران حکومت های ترک تبار بوده، جنگ و گریز و ستیز و درگیری در ایران میان دسته های ترک تبار و مغول و تاتار بوده و نه میان شیرازی ها و یزدی ها و یا حمله شیرازی ها به تبریز. هیچ کجای تاریخ ما نشانی نداریم که یک گروهی از یزد لشکر کشیده باشند و ارومیه رو غارت کرده باشند. غارت ها دسته هایی بوده که چیره بودند بر ایران، سلسله ها و تیر و تبار های ترک تبار ایران بودند. و جالب اینجاست که خیلی از این گروه ها به گروه دیگر میگفتن ترک، اونها رو واپس میدانستن. یکی از دلایلی که قاجارها در ناحیه گرگان سر بلند کردن در این بود که در دوران صفوی بخش بزرگی از قاجارها رو، قجرنویانها رو که با مغولهای فلات ایران آمده بودند، اینها رو از شمال آذربایجان کوچاندن به ناحیه گرگان تا در مقابل ترکمانان بایستند. کسانی که خودشون ترکمان تبار بودند رفتند تا در برابر دیگر ترکمانان بایستند. و در ادبیات دوره قاجار در میان کسانی که خود از بیخ و بن ترکمان تبار بودند، شاهزادگان اونها و نویسندگان و میرزایانشون، نوشته های زیادی رو میبینید که هنگامی که به ترکمانان گرگان و ترکمنستان اشاره می کنند، با توهین از اونها یاد می کنند. این بخشی از فرهنگ کهن این جامعه بوده و نادرست. در ادبیات دوران مشروطه کردها و لرهای ایران را اکراد و الوار می خواندند، آن هم با توهین و ناسزا. کاشانی ها را ترسو می خواندند. مردم بختیاری، یعنی گروه های بختیاری، پس از اینکه بر تهران چیره شدند، بنگرید به ادبیات دوران مشروطه با چه نامی از این بختیاری ها نام میبرند. بختیاری هایی که دیگر نمیتوان به عنوان یک مردم جداگانه از مردم فارس زبان یا ملت مفروض فارس به شمار آورد. اونها رو غارتگر میخواندند، آنها رو یاغی میخواندند، آنها رو کسانی میتونستند که چیرگیشون بر تهران بدتر از دوران استبداد است. این در ادبیات اون زمان است. آیا یه دل نشسته بودند علیه بختیاری ها نقشه بریزند؟ واقعیت این است که ما در تاریخ هر کشوری که بنگریم، با این ناروایی ها و نادرستی های رفتاری در نقد به فرهنگ ها روبرو هستیم. بسیاری از درس خواندگان بریتانیایی بخش زیادی از مردم انگلیسی زبان کشورهای دیگر رو نادان می دانند، بی سواد می خوانند. اسپانیایی ها گویش آرژانتینی رو گویش دهاتی و روستایی نام می برند ازش، نمی پذیرند. آیا به این معناست که اونها نژاد پرست نسبت به آرژانتینی ها هستند؟ اینها در فرهنگ ها در میان مردم روان و پذیرفته و ناروا و نادرست است. ولی اینها یک پروژه دولتی نیست، اینها نماینده ستم ملی نیست. با اینها باید به نقد نشست، اینها رو باید به چالش کشید، باید افشا کرد، روشن کرد که یک رسانه رسمی دولتی نباید به خودش اجازه بدهد که نسبت به
هم میهنان رشتی و کرد و شیرازی و هر گروه دیگری که هستند، آذربایجانی و غیره، با چنین زبان و رفتاری کار انجام بدن. من چند ماه پیش دعوت داشتم به آتلانتا، برنامه سخنرانی داشتم پیرامون جایگاه آذربایجان در فرهنگ و سیاست مدرن ایران. انگیزه دعوت من از من همین بود که گویا در این شهر، در یک کانونی که به تازگی پا گرفته بود، عده‌ای در یک برنامه جشن و سرور رفته بودند و جوک‌های بسیار نادرستی رو نسبت به آذربایجانی‌ها گفته بودند. جالب اینجاست که برخی از کسانی که این کار کرده بودند خودشون آذربایجانی هستند. این است که از من خواستن برای آشنا کردن بیشتر مردم نسبت به تاریخ آذربایجان، جایگاه آذربایجان و اینکه آذربایجان به راستی چه نقش بزرگی در فرهنگ و تمدن مدرن ایران داشته، در اونجا سخنرانی کنم. با میل بسیار همین رو پذیرفتم. اما اینکه ما بیاییم و از یک رفتار نادرست یک برنامه ساز یا حتی سران حکومت، جوک هایی که روان و پذیرفته شده است، بهره بگیریم، مردم رو برانگیزیم که گویا این نژاد پرستی حکومت نماینده نژاد پرستی فارس هاست، گمراه کردن جامعه ایران است. در بخش دوم به این اشاره خواهم کرد. جمهوری اسلامی نماینده ملت ساختگی به نام ملت فارس نیست، حتی نماینده فارس زبان ها هم نیست. جمهوری اسلامی نماینده یک ستم دینی در ایران است، یک حکومت مذهبی است، یک حکومت شیعی است، حکومتی است که اگر هم نقد بزرگی بر اون باشد، توهین به باورهای دینی غیر شیعیان است. ببینید بر منبرها چه میگویند، در رسانه‌ها چه می‌نویسند و چگونه با برجسته کردن یک آیین دیگر آیین‌ها رو پست‌تر می‌خوانند، حقوقی برای اونها قائل نیستن. در هیچ کجای قانون اساسی ایران از مردم آذربایجان سلب حقوق نشده، ولی از مردم غیر مسلمان سلب حقوق شده، از مردم غیر شیعی سلب حقوق شده، از زنان ایران سلب حقوق شده، چه سنی چه شیعی چه مسیحی چه یهود و چه بهایی چه بیدین. چرا فریاد این گونه روشنفکران از این نوع ستم و از این نوع نابرابری به آسمان نمی رود و یک مورد ساده‌ای رو، مورد بسیار زشتی رو بهره می گیرند که منو به یاد برانگیختن دشمنی با دنیای پیشرفته از سوی خودکامگان واپسمانده دینی در واکنش به کاریکاتور در دانمارک می اندازه، در فرانسه می اندازه. چه تفاوتی در این است؟ آن هم از سوی گروهی که خودش رو روشن فکر می دانه. اجازه بدهید که به ترانه‌ای که کارگردان برنامه برای ما فراهم کردند نگاه کنیم و برویم به بخش دوم برنامه. بباشم سپاسگزار ایشان هست. پیش از آغاز بخش دوم برنامه، یک بار دیگر من نکته‌ای که در بخش نخست گفتم تکرار میکنم تا ناروشنی در ذهن همیهنان نباشه. من هر گونه توهین رو نسبت به هر بخش از شهروندان ایران محکوم میکنم و فکر میکنم کار ناروا و ناسزا و نادرستی است. اما بهره‌گیری از اون رو برای برانگیختن مردم در دشمنی با گروه دیگری از مردم بدتر از خود اون رفتار ناهنجار میدانم. این است که واکنش من نه نسبت به این است که جمهوری اسلامی و یا صدا و سیما ایران حق داشتن چنین کاری بکنن. خیر، در دیگر جاها این کار انجام می شود، بلکه در این است که از این کار ناروا و نادرست به جای یک برخورد اصولی، یک بهره سیاسی گرفتن و اون رو به دشمنی با فارس زبانان و مردمی که به اونها ملت فارس می خوانند برانگیختند. اینجاست که ایراد دارم. و ما برویم به بخش دوم برنامه. حتی بیگمان در این روزهای گذشته شما شاهد برنامه‌هایی بودید که گزارش از بمب‌گذاری انتحاری در لبنان، در بیروت رو به روی پرده تلویزیون آوردند، این
بسیار دردناک بود. سه نفر، البته یکی از اونها بمبش منفجر نشد، دو بمب بسیار بسیار هولناکی رو در منطقه‌ای که بیشتر شیعه نشین است منفجر کردند و گروه داعش هم مسئولیت این کار رو بر عهده گرفت. بیش از 300 نفر کشته و مجروح شدند. حالا شمار اونها دقیقا آشکار نیست. چند روز پیش از این بمبگذاری آقای نصرالله رهبر حزب الله لبنان، رهبر شیعیان حزب الله لبنان، اعلام جنگ نسبت به داعش داده بود و داعشی ها هم که می دانید نسبت به هر کسی که غیر داعشی باشد سر ستیز و دشمنی دارند و به ویژه شیعیان و غیر اهل سنت رو دشمن خودشان و واجب القتل می خوانند. سالها پیش هنگامی که جمهوری اسلامی در ایران پا گرفت و این مدل حکومتی رو بر کشور ما چیره کرد، برای نخستین بار یک حکومت دینی در ایران به وجود آمد. من در نوشتارها و گفتارهای اون زمان رادیویی خودم، چون هنوز برنامه‌های تلویزیونی شکل نگرفته بود، در گفتارهایی با دوست گرامی هم آقای حسین مهری و همچنین در مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های دیگر از جمله صدای آمریکا، بی بی سی و غیره انجام میدادم، هشدار دادم که گرفتاری حکومت کنونی ایران تنها در این نیست که یک حکومت خودکامه و توتالیتر یا هر اسمی که میخواهید بگذارید ایدئولوژیک آیینی بر ایران چیره شده است، در این است که با چیره کردن یک نظام آیینی، یک نظام دینی بر کشور ما، جنگ دینی رو میتوانند در سرتاسر خاورمیانه برانگیزند. راست این است که در همون زمان در دو سوی جهان، یکی در شمال، در غربی ترین شمال آفریقا در الجزیره، گروه تونجوی باورمند به آموزش های اهل سنت، یکی از فرقه های سنی، دست به کشتار گسترده ای زد و ده ها هزار نفر از مردم الجزیره رو به بهانه مذهبی از میان برد و در ایران جمهوری اسلامی سربلند کرد و در همسایگی ما طالبان که شیعی نبود و بیشتر بر باورهای اهل سنت استوار بود اندیشه‌هاش، البته نه به این معنا که از ارزش‌ها و باورهای همه اهل سنت پشتیبانی می‌کرد، ولی به هر روی گروهی سنی مذهب بود، به چنان جنایاتی در افغانستان دست زد و اینک در سرزمین‌های عربی خاورمیانه، در عراق، سوریه و اینک در دیگر بخش‌های خاورمیانه جنگ مذهبی، آتش جنگ مذهبی زبانه می‌کشد. داعش به عنوان یک خلافت اسلامی که می‌خواهد در برابر هر گونه اندیشه غیر اسلامی، اون هم به مفهومی که داعش اون رو اسلامی می‌خواند، بیستد، به کشتار مخالفان دست داده. هیچ رحمی هم به مردمی که مسلمان هستند اما مسلمان شیعی هستند یا مسلمان اهل سنتی هستند که وفاداری به داوری ها و باورهای تندروانی داعشی ندارند نمی کند. از این سوی هم جمهوری اسلامی به جایی که درس بگیرد از این رفتار نادرستی که در این سالها بر ایران چیره بوده است و مردم اهل سنت رو 20% جمعیت ایران رو از خودش رانده و با خودش دشمن کرده و به جریان‌های قومگرا در ایران دامن زده به دلیل رفتاری که علیه مردم اهل سنت در ایران در پیش گرفته و شیعه‌گری رو در کانون فرمان روایی در ایران نشانده، به جایی که از این درس می‌گیرد، شادمان از برافتادن صدام حسین در عراق، به اندیشه چیره شدن یک سره بر عراق افتاد و فاجعه‌ای را آفرید، البته با کمک نادانهای چیره در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، سیاستی را در پیش گرفت که گروه های اهل سنت و وهابی رو در عراق علیه خودش برانگیخت و همچنین بعثی‌ها رو که اصلا مذهبی هم نبودن، بیدین بودن بسیاری از اونها، اونها رو با خودش دشمن کرد و جریان
دیگری در به جریان دیگری در همسایگی عراق دامن زد، در سوریه، در پشتیبانی یک سویه از رژیم خونریز بشار اسد و همچنین از جنگ داخلی در لبنان و پشتیبانی از رفتار حماس در مقابل اسرائیل، حتی در مقابل دولت فلسطینی، به جریانی دامن زد که بی‌محراس گروه های یا دولت هایی که به هر روی باورهای شیعی نداشتن رو برانگیخت. به قول پادشاه اردن، یک نوار شیعی ایجاد شد از ایران تا لبنان، ایران و عراق و سوریه و لبنان. طبیعی است که در مقابل چنین رفتاری که دامنش به یمن هم کشید، برای چیرگی بر یمن گروه های زیدی رو ازش پشتیبانی کردند. جالب اینجاست که زیدی ها اگر در ایران بودند حقوقی نمی داشتند، ولی در یمن از اونها پشتیبانی کردند. یک واکنش مذهبی، یک جنگ داخلی در خاورمیانه آغاز شد. البته از دیرباز عربستان با ایران رقابت سیاسی داشت، اما رفتار جمهوری اسلامی این رقابت سیاسی رو که در دوران رژیم پهلوی به سود ایران چرخش کرده بود، یعنی دولت ایران در دوران پهلوی، در دوران 10 سال پایانی پادشاهی محمد رضا شاه، عملا بر سرنوشت سیاسی خلیج فارس چیره شده بود و دولت‌های جنوب خلیج فارس، امارت نشین‌های جنوب خلیج فارس و حتی عربستان از ایران حساب می‌بردند، چرخشی در اینجا انجام شد و جنگ سیاسی کهنی که میان دولت عربستان و دولت‌های عرب جنوب خلیج فارس با دولت ایران وجود می داشت، یا باید گفت چالشی که وجود می داشت، رنگ مذهبی پیدا کرد. و اینک می بینید با این بمب‌گذاری در مرکز شیعیان، در قلب فرمانروایی شیعیان در بیروت، جنگ مذهبی در خاورمیانه به اوج رسیده و بالاتر از این هم خواهد رفت. شوربختی جنگ آیینی و جنگ مذهبی در این است که پایانی بر اون نیست. جنگ های ملی دارای محاسبات سیاسی هستند، یعنی هنگامی که ایران و عراق وارد جنگ می شدند، اگرچه جنبه های مذهبی هم در اون دخالت دادن، ولی اساسا یک جنگ سیاسی است، جنگ ملی است و جنگ ها بر پایه توانایی و ناتوانی دولت ها به پایان می رسد. درگیری های دیگری که در دنیا وجود داشته میان کشورها، در همین آفریقای آمریکای جنوبی، میان کشورهایی که میخوان راه به دریای آزاد پیدا بکنند، بر سر مرز خودشون با یکدیگر کشاکش داشتن، اینها میتواند بر اساس مذاکرات به پایان برسد، اما جنگ آیینی و مذهبی مذاکره نمیپذیرد، زیرا اراده خودش رو، مشروعیت خودش رو از آسمان میگیره. دولتی شیعی مذهب که گمان میکنند تا زمان ظهور امام ناپیدا همچنان بر کار خواهد بود و باید زمین ساز ظهور امام زمان باشد، با دنیای اهل سنت که بیشتر مسلمانان از اون آیین، از اون آیین ها پیروی میکنند، سر ستیز پیدا کرده و اینک به جای اینکه این درگیری میان نمایندگان نسبتاً معتدل این آیین ها باشه، تندروترین جریان های این آیین ها به جان هم افتادند. دولت کنونی ایران اگرچه مستقیماً مسئول پیدایش داعش نیست، ولی پیدایش دولت دینی در ایران آغاز جنگ دینی در خاورمیانه بوده و شوربختا که بسیاری از همیهنان ما دردناک بودن این فاجعه رو بهش پی نمیبرند و گمان میکنند که جنگ میان عربستان و ایران است. دولت عربستان است که داعش رو برانگیخته. بیگمان در این نکته یک عنصر درستی هم هست که دولت عربستان در برانگیختن داعش، در برانگیختن مجاهدین در افغانستان، طالبان و حتی القاعده نقش داشته، یا گروه هایی در داخل دولت عربستان در این زمینه نقش داشتند، ولی جنگ میان ایران و عربستان نیست. هم میهنان گرامی، جنگ مذهبی است که این جنگ مذهبی رو
حتی دولت ها هم نخواهند توانست کنترل بکنند. اگر به ژرفای اون ننگریم و برای پایان دادن به آن نکوشیم، دولت ایران نباید در این جنگ مذهبی بیشتر از این که درگیر بوده است درگیر بشود. اینک ما میدانیم که ایران در عراق و در سوریه و در لبنان به طور مستقیم درگیر است و بخشی از این جنگ مذهبی است. کجای این مسئله به منافع ملی ایران پیوند دارد؟ چه سودی برای منافع ملی ایران هست که بشار اسد بر سر قدرت بماند؟ چه سودی در منافع ملی ایران است که گروهی مانند حزب الله در لبنان سیاست لبنان رو به بن‌بست بکشند و لبنان رو عملا از کشوری که اروپایی در این کشورهای خاورمیانه به یک کشور پر از درگیری و گرفتاری تبدیل کنند؟ چه سودی در این جنگ داخلی است؟ پهنه نفوذ تاریخی ایران فرا دینی بوده. اگر در هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، به جای یک حکومت دینی در ایران یک حکومت سکولار بر سر کار بود، حتی دولت پیشین ایران با همه گرفتاری ها و نقد هایی که من به دولت پهلوی دارم، اگر دولتی غیر دینی بر سر کار بود، از این فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می توانست برای گسترش حوزه سیاسی و فرهنگی ایران، نفوذ سیاسی و فرهنگی ایران در این پهنای گسترده آسیای میانه بهره بگیرد. سرتاسر قفقاز، سرتاسر آسیای میانه، سرزمین های زیر نفوذ فرهنگی ایران و حتی سیاسی ایران بودند، ولی به جای اینکه به چنین کاری بپردازند در جمهوری اسلامی بر طبل رزم مذهبی کوبیدند و بسیاری از این سرزمین هایی رو که از نظر فرهنگی، از نظر سیاسی تاریخی با ایران پیوند داشتند، به دلیل دینی، چون اینها شیعی نیستند، از خود راندند و بیشتر نزدیک کردند به جریان هایی که به دنبال ایجاد یک امپراتوری سیاسی فرهنگی پانترکیستی هستند. بیشتر اونها رو نزدیک کردن به کشورهای دیگر. حتی در افغانستانی که بخشی از ایران بوده، بخشی از فرهنگ ما بوده، بخشی از تاریخ ما بوده، زبان بیشتر مردم اونها زبان فارسی است و یکی از پایگاه‌های زبان فارسی بوده، اونها رو هم از خود راندند. چرا؟ چون شیعی نیستند. جنگ مذهبی پایان ندارد. به جای برانگیختن دشمنی های قومی در ایران و برجسته کردن رفتارهای ناروا و نادرستی مانند آنچه که در بخش نخست برنامه بهش اشاره کردم، روشنفکران ایران، نخبگان ایرانی، کسانی که دست در سیاست دارن، از هر خانواده‌ای که هستن، باید به نقد درگیری در جنگ مذهبی بپردازند. جنگ مذهبی است که در حال ویران کردن خاورمیانه است. این جنگ مذهبی می تواند ده ها سال دوام بیاورد و خاورمیانه را ویران بکند. به ویژه امروز که دنیای غرب نیاز مانند گذشته به نفع خاورمیانه ندارد، نیاز او کمتر شده، درگیر شدن مردم خاورمیانه در یک جنگ مذهبی دنیا سوز خانمان برانداز میتواند چهره خاورمیانه رو برای همیشه دگرگون بکنه، خاورمیانه رو تلی از خاکستر تبدیل کنه. این هفته در بیروت بمبگذاری کردند، فردا در واکنش به این کار در جای دیگری بمبگذاری خواهد شد. چه بسا دامنه این بمبگذاری ها میتواند به ایران هم برسد و خواهد رسید. واکنش رفتار بیش از پیش حکومت کنونی ایران در درگیر شدن در جنگ مذهبی در خاورمیانه خواهد بود. به داوری من، رستگاری ایران از این گرفتاری ها در دو چیز است. یکی رها شدن از بند حکومت دینی و دیگری گسستن وابستگی و درگیری ایران از خاورمیانه عربی.
و پیوند پیدا کردن با دنیاهای دیگری، با سرزمینهای دیگری. جنگ مذهبی که یکی از برانگیزندگان آن جمهوری اسلامی بوده، به ویرانی خاورمیانه خواهد انجامید و ما تازه در آستانه کار ایستاده ایم، در آغاز کار ایستاده ایم و پیامد اون در آینده بیش از این خواهد بود. تا هفته آینده، روز و روزگار بر شما خوش باشد.